الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون علاقمندان نهاد گرامی برنامه تعلیمات اسلامی از شبکه مردمی نورین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که تا آخری برنامه با ما باشید. موضوع برنامه در ارتباط اولیاء الله، یعنی دوستان خدا. اولیاء الله، دوستان خدا. روی امین موضوع بحث میکنم. میخواهم اولیاء الله را به شما تعریف کنم. بعد از این شما بدانین که اولیاء الله کیست، یعنی دوستان خدا کیها هستند. در مجموع کسانی که ایمان می آرند، خو اینها واجدین شرایط بهشت می گردند و یک علاقه خاص و یک ارتباط خاص با الله پیدا می کنند. یگانه چیزی که ما را واجد شرایط دخول جنت می سازد او ایمان است. با در خود ایمان کسای کارهای دیگری را انجام می دهند که خدا و الله نزدیکتر می سازد. او مردم را اولیاء الله می گن. بسم الله الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. صدق الله مولانا العظیم. ترجمه میکنم، خدای یکتا میفرمد که آگاه باش، الا آگاه باش، این اولیاء الله که دوستان خدا، لا خوف علیهم، نه ترسی بر آنهاست، ولا هم یحزنون و نه اندوهگین میشوند. ترجمه های مختلفی، تحلیل های مختلفی از دیدگاه احادیث رسول الله علیه السلام وجود دارد که حضورتان بیان میکنم. خودی کلمه اولیاء الله ترجمهش دوستی خدا یا دوستانی الله. انسان چی کار بکند که دوست خدا شود؟ تحقیقات مختلف وجود دارد، اما حرف اساسی که یک انسان را دوست خدا می سازد، کسی که خدا را زیاد یاد می کند. اولیاء الله، دوستان خدا. ترجمه اولیاء الله، کسی که خدا را زیاد یاد میکنه. هر برادر و خواهری که در 24 ساعت زندگی خود خدا را زیاد یاد میکند و همیشه الله ورد زبانش است، همیشه الله در زبانش است، در قلبش است، اونمو آدم دوست خدا است. دوست خدا را بشناسین و اگر میخواهین دوست الله بشوین، پس شما خدا را یاد کنید. من حضورتان عرض کردم که اولیاء الله را ترجمه زیاد کردن، اما بهترین ترجمه که از احادیث رسول الله علیه السلام ثابت است، او است که اولیاء الله، دوستان خدا، کسی هستند که دو کار انجام میدهند، که از خدا را زیاد یاد میکنند. پس هر برادری ما در 24 ساعت خدا در زبانش است، او دوست خداست. هر خواهری ما در 24 ساعت که خدا را یاد می کند، خدا همیشه در زبان از اوست، الله همیشه در قلب از اوست و همیشه ورد می کند، او نمو دوست خداست. و دوم کاری و شرط و تعریف اولیاء الله را علما نشته می کنند، کسی که از گناه بپره. دو صفت داره اولیاء الله. یکی همیشه خدا را نامش میگیرد، همیشه خدا را یاد میکند، و دوم یکی از گناه میپرهیزد، کاری گناه را انجام نمیدهد، ولو که کبیره باشد و صغیره باشد، یعنی هر نوع گناهی که بوده باشد این آدم میپرهیزد، اونمو آدم اولیاء الله است.
اولیاء الله را شناختین که اولیاء الله دوستان خدا کسی که خدا را زیاد یاد میکند. ذکر خدا را هر برادر خواهری ما که زیاد انجام میدهد او اولیاء الله است، او دوست خداست، او ولی است. ولی الله یعنی دوست خدا. و دوم صفت ولی الله کسی که از گناه اجتناب میکند. هر حرف و هر حرکتی که گناه بوده باشد از او میپرهیزد. این میگن ولی الله. ترجمه دیگری که در نزد مردم عام است، کسی که اولیاء الله یا ولی الله کسی را میگن که او کرامات داشته باشد، کارهای خارق العاده را انجام بدهد، از کوه پرواز کند، به هوا پرواز کند و به هوا برود. اینها اساس ندارد. دیدیم ما هزارها اولیاء الله داریم، هزارها دوستان خدا داریم که هیچ یکی از این کارها را انجام ندادند. ولی الله به من از اینه که کو پرواز کنی بازو ولی باشه، و اگر ای که پرواز کرده نتانی ولی خدا نشوی. نه ایست که خدا را یاد میکنه. بسیار راحت میتونن ولی الله باشین، میتونین خود دوست خدا بسازین، خدا را زیاد یاد کنین، دوست خدا میگردین. یک موضوع. و در ضمنش از گناه بپرهیزین. کسی که از گناه میپرهیزد و خدایش همیشه یاد میکند، اونمو آدم ولی الله است، اونمو آدم دوست خداست. دیگه نیازی به کرامت و به پرواز کردن و به کارهای خارق العاده، به کارهای خلاف عادت ندارد. ای که کار خارق العاده را انجام بدهد یا ندهد، پس او ولی الله گفته می شود، در صورتی که خدا را زیاد یاد کند و از گناه بپرهیزد. در ارتباط اینمی ولی الله که ترجمه کردم، خدا کنه که ولی الله را بعد از بشناسین که ولی الله کسی که خدا را زیاد یاد می کند و از گناه می پرهیزد. قرآن چه می فرماید؟ الا آگاه باش، این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان خدا نه ترسی بر آنهاست، دوستان خدا نمی ترسند، ولا هم یحزنون، اندوهگین هم نمی باشند. حالا روی از این موضوع بحث می کنیم. در کجا؟ اینها نمی ترسند در کجا و اندوه این نمی باشند در کجا؟ یک ترجمه که اینها زمانی که وارد بهشت می گردند دیگر احساس نمی کنند که خدا ما را عذاب می کند، دیگر از تعذیب الله نمی ترسند، می دانند که واقعیت ما براءت حاصل کردیم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیه. علما می فرمایند که یک ترجمهش است که وقتی که اولیاء الله وارد بهشت می شوند دیگه از تعذیب خدا احساس خطر نمی کنند، یقینشان حاصل می شود که حالا دیگه ما نجات پیدا کردیم. ولا هم یحزنون، اندوهگین هم نمی باشند. بنابر اعمال گذشتهشان وقتی که فکر می کنند و زندگی قبلی خود که بررسی می کنند، از اعمال گذشته غمگینم نمی شه. چرا در گذشته اینها چیکار کردن؟ ما با شما معرفی کردم که ولی الله کسی که خدا را زیاد یاد کنه و از گناه بپرهیزه. شما خودتان بگوین کسی که همیشه خدایش یاد کند، همیشه خدا در زبان او آدم باشد، کسی که از گناه بپرهیزد، آیا بعد از مرگ به امی کار انسان اندوهگین می شود؟ نه خیر. وقتی که بمیری یادت بیاید که من همیشه خدای ما یاد می کردم، نه تنها غمگین نمیشی، اندوهگین نمیشی، بلکه افتخار می کنی. و چون گناه را مرتکب نشدی، وقتی که مرتکب نشدی دیگر تو به زندگی گذشته ایت اندوهگین نیستی. خودت بررسی میکنی
میبینی که واقعیت ما فرمان خدای ما بجا کردیم. الله گفته بود که شما مرتکب گناه نشوید، ما مرتکب گناه نشدم. و برای اظهار محبت، برای نزدیکی با خدا ما زیاد یادش کردم. پس ترجمهش ایشد که ولا هم یحزنون، اینمی مردم در بهشت به عمل کردی گذشتهشان و کارهای گذشتهشان که در زمان زندگی و دنیا انجام دادن اندوهگین نیست. اینجا سوال وارد می شود که ترجمه خو ترجمه که شما ایراد کردین ای خو همه مردم شامل می شود، اگر ولی خدا باشی یا نباشی، وقتی که وارد بهشت شدی ولی جور میشی. اگر خدا را در دنیا زیاد ذکر کرده باشی نکرده باشی، تو نماز خواندی، ایمان داشتی، احکام اسلامی را بجا آوردی، وقتی که وارد بهشت شدی تو ولی الله میشی. و کسی که وارد بهشت شود دیگه او غمگین نمی باشد، همه غمهایت را خدا یک تا دور می سازد با خوشی و با نعماتی که در بهشت وجود دارد. پس ای خو توصیف یا صفت برای ولی الله خو نشد. مردم های عادی هم که وارد بهشت شوند اون هم نمی ترسند دیگه از تعذیب خدا، چرا که وارد بهشت شدن نجات پیدا کردن و در بهشت اصلا غم و اندوه وجود ندارد. علما می فرمایند که نه، منظور خدای یکتا دیگه چیز است. الا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باش که دوستان خدا نه ترسی بر آنهاست، یعنی وقتی که به یک مقام برسن ترس از ازاله مقام نیست که باش که ولی از دستم می رود. نمی ترسن در دنیا از جاه و از منزلت و از مقام، از دست دادنش اولیاء الله نمی ترسن. مثلا امروز کسی که رئیس جمهور باشد او هر لحظه احساس می کند که اینطور یک کاری بکنیم که ریاست جمهوری از دست نرود. یک آدم وزیر است همیشه غم می خورد که باید ما کاری بکنم که وزارت از دستم نرود، می ترسد از حرکاتش، از کارهایش که باش کاری درست بکنم که وزارت از دست نرود. اولیاء الله کسایی هستند که از جایگاهی که در دنیا قرار دارند از دست رفتنش اصلا ترسی ندارند. چرا؟ اونها ایمانی مکمل دارن که عزت و ذلت از طرف کیست؟ از طرف خداست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. کسی که اولیاء الله است، کسی ولی الله است، کسی دوست خداست، این آیت در نظر میگیرد. اگر او آدمی عادی است هم نمیترسد، اگر او رئیس است هم نمیترسد، اگر او امیر است هم نمیترسد. چرا؟ که اینجا خوانده که قل اللهم مالک الملک، بگو ای پیامبر علیه السلام اللهم مالک الملک، ای بار خدایا تو مالک پادشاهیستی. تؤتی الملک من تشاء، تو پادشاهی را به کسی بخواهی میدی. و تنزع ممن تشاء، از کسی که بخواهی میگیری. وقتی که اگر انسان 100% ایمان داشته باشد که پادشاهی از آن خداست، خدا بخواهد میدهد، خدا بخواهد میگیرد. و تعز من تشاء، پروردگارا تو عزت میدهی کسانی را که بخواهی. و تذل من تشاء، پروردگارا تو خار و ذلیل میسازی کسی را که بخواهی. بیدک الخیر، خیر به قدرت تو هست، خیر به دست تو هست، پروردگارا تو مالک خیر هستی. اینک علا کل شیء قدیر، تو بر هر چیز قادر هستی. بنا به این معنا
پس اولیاء الله از احساس از دست رفتن مقام خود نمی کنند، یکی و اگر بالفرض از دست برود اونها از دست رفتنش را نمی ترسند. من حضورتان عرض کردم که یک آدم وزیر باشد همیشه می ترسد که بچه اگر وزیر خوش شدی اگر کاری خراب بکنی رئیس جمهور از وزارت دورت می سازد، وزارت از پیشت می گیرد. ای وزیر صاحب دیگه همیشه در فکری هست که باید من کاری بکنم که وزارت از دستم نره. ولی الله هیچ نمی ترسد، در هر مقامی که قرار دارد، در هر جایگاهی که در دنیا قرار دارد، سرشار به او ادامه می دهد. خدایش یاد می کند بس. چرا؟ که او می داند که عزت و ذلت از طرف خداست، دادن قدرت و پادشاهی از طرف خداست. وقتی که از طرف خداست خود تو خدا را یاد میکنی، وقتی که ذلت و عزت از طرف خداست خود تو با خدا روابط بسیار نزدیکی داری. تعریف کردم که ولی الله کسی که خدا را زیاد یاد میکند. وقتی که تو همیشه الله 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 تو همیشه این کلمه را میگی و امو الله قدرت میده، امو الله عزت می دهد، امو الله ذلت می دهد، همان الله مقام می دهد، همان الله ذلیل می سازد. پس برای چی تو ترس داری؟ ترس کسی داشته باشد که خدا را نمی شناسد، می گه تعارف ندارم، امکان داره که جاه ما بگیرد. وقتی که با خدا روابط داری دیگه ترسی نداری. اولیاء الله هم این مطور از با خدا روابط مستحکم دارد. بناهن قرآن چه میگه؟ لا خوف علیهم، برای از دست رفتن مقام ترسی ندارد. ولا هم یحزنون، غمگینم نمیشن اگر واقعات سرشان بیاید، اگر مصیبت سرشان بیاید. شما دیدین کسایی که در مصیبت خود گرفته نمی توانند، خود کنترل کرده نمی توانند، دنیای غم بالایشان سرازیر می شود، حتی حواس از دست می دهند، کنترل از دست می دهند، خود کنترل کرده نمی توانند. شما بدانین که اونها ولی الله نیستند. چرا؟ وقتی که ولی الله بودی، دوست خدا بودی، تو ایمان داری که و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، خدایا تو عزت میدهی، خدایا تو ذلت میدهی. وقتی که او خدایی که تو دوستش داری او به تو ذلت داده، آیا ای سببی غم و اندوه تو میگردد؟ نه خیر. میگی من خدا را دوست دارم، وقتی دوستش دارم به من مصیبت داده من خوش هستم، مغمگین نیستم، چرا که معشوقیم که هر حرکتی انجام بدهد قابل پذیرش است. من یک کسی را دوست داشته باشی از قلب، حرکات خوبش خوب بسیار خوش داری، بسیار زیاد، اما چون تو او را دوست داری حرکات منفیش تحمل میکنی، حرکات منفیش میپذیری و احساس ناراحتی نمی کنی. کس اگر پرسان بکند چرا، شما پاسخ میدهین که من این آدم را دوست دارم، هر حرکتی که راجع به من انجام داده قابل پذیرش است، سر دیده میپذیرم. ولی الله خدا را دوست دارد. وقتی که خدا را دوست دارد هر واقعیه که خدا سرش بیاورد میپذیرد و احساس ناراحتی نمی کند و میگد من خدا را دوست دارم، دوستم این را بالای من آورده. وقتی که آورده قابل پذیرش است و من خوش است. بناهن قرآن چه میگه؟ ولا هم یحزنون، با آمدن مصیبت ها، با گرفتن سربت، به از دست رفتنی
مقام و از دست رفتن صحت ولی الله ناراحت نمی شود و اندوهگین نمی شود، چرا که همه اینها از طرف معشوقش است و معشوقش دوست دارد. حرکت معشوق به انسان خوشایند است ولو که حرف زشت باشد، ولو که حرف بد باشد. بناً ولی الله که دوست خداست، به هیچ مصیبتی که الله بالاش سرازیر می کند ولا هم یحزنون، اونها غمگین نمی شود. چرا؟ خدا را دوست دارد. من مثال ساده ارائه کردم، کسی را که دوست داشته باشی خوبیایش خوب بیخی خوشت می آید، خرابیایش می پذیری. کسی پرسان کند که خود را دشنام داد، این آدم تو را توهین کرد، تو باید ناراحت شوی. اما تو در پاسخ میگی که نه، نه من ناراحت نیستم و ناراحت نمیشم. علل عوامل شو بیان میکنی که من این آدم دوست دارم، وقتی که را دوست دارم حرفشم میپذیرم. کسی که خدا را دوست دارد از زوال جاه، از زوال مقام نمی ترسد. چرا؟ روابط مستحکم با خدا دارد، می داند که این مقام را خدا داده. وقتی که خدا داده دیگه چرا بترسی؟ من ازت گرفته می تانم؟ نه. او از تو گرفته می تواند؟ نه. کسی را که تصور می کنی که او از تو می گیرد؟ نه. چرا؟ ما چی کاره؟ وقتی که مقام خدا به تو داده آیا ما گرفته میتانم؟ نه. مقام و عزت خدا به تو داده دیگر را گرفته میتوانند؟ نه. وقتی که نمیتوانند و معتقد به این اعتقاد اسلامی هم هست که را خدا داده، پس چرا بترسی از زوالش؟ میگه خدا داده، خدا امرایم خوب است، امرای خدا خوب استم، خوب نیکی بیخی عاشقش هستم، خوب نیکی بیخی سرسپردهش هستم، خوب نیکی بیخی یک ارتباط قوی دارم که حتی شبها بلند میشم نامش میگیرم. الله 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 داد. برادران و خواهران گرامی، این بود برنامه ما که تقدیم حضور شما کردید. خدا کند که از برنامه استفاده کرده باشیم. تا برنامه های بعدی شما را به الله یکتا می سپارم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم